دشبوردی، من محمد یزدانی هستم و توی این ویدیو میخوام 10 تا، البته شاید بیشتر از 10 تا بشه، چند تا ترفند iOS بگم برای بچه‌هایی که آیفون دارن. ویدیوی قبلی برای بچه‌های اندرویدی بود و اونجا 10 تا ترفند باحال و جذاب اندرویدی گفتم و حالا هم نوبت iOSه. پس اگر گوشی اندرویدی دارید، اول این ویدیو رو بفرستید برای اون رفیقاتون که آیفون دارن، بعدم برید ویدیو قبلی رو ببینید. اما اگر آیفون دارین، شیشتون حواستون رو بدین به من. برو بریم. ترفند اول رو با سافاری شروع میکنیم. سافاری خب میدونید یه مرورگر محبوب توی آیفون و خیلی ازش استفاده میکنن و حالا چند تا ترفند هم میخوایم در مورد این سافاری بگیم. وقتی که شما وارد سافاری میشید، از این قسمت میتونید وارد تب‌های باز بشید و تب‌هایی که قبلا باز کردید رو ببینید. میبینید من اینجا تب‌هایی که قبلا باز کردم اینجا هست و حالا از این قسمت این به اضافه اگر بزنید میتونید یه تب جدید باز کنید تا اون تب‌هایی که قبلا باز کردید بمونه. و اینکه حالا اگر بخواید یه سرچ بکنید بین این تب‌ها و یه تب مشخص، حالا اینجا خیلی تب ندارم من، اگر شما مثلا 100 تا تب اینجا داشته باشید سخته بخواید یه تب مشخص رو توش پیدا بکنید. خیلی راحت میتونید بیاید پایین، یعنی بیاید بالا، این بالای همه این تب‌ها یه باکس سرچ اینجا ظاهر میشه و اینجا میتونید اسم مد نظرتون رو سرچ بکنید. مثلا من اینجا می‌نویسم اپ و اینجا میبینید 4 تا تب که کلمه اپ توش به کار رفته توی عنوانش یا توی آدرسش به من نشون داده و حالا میتونم بین این تب‌ها اون تب مد نظرم رو پیدا بکنم. اولا که شما اینجا میتونید کنسل رو نگه دارین، کنسلی که اینجا هست رو، و تمام این 4 تا تبی که اینجا باز شده با عنوان اپ رو ببندید. میبینید پایین نوشته. و اینکه خیلی راحت میتونید شما یه تب رو بین تب‌ها جابجا بکنید. دستتون رو اگر روی تب نگه دارید میتونید بین تب‌ها جابجاش بکنید تا بتونید بعداً راحت‌تر بهش دسترسی پیدا بکنید. قبل از اینکه اپ رو همینجا بنویسید میتونید این کنسل رو نگه دارید و اینجا کل تب‌هایی که باز هست رو اگر خواستین ببندید. قبل از اینکه حالا وارد این تب‌ها هم بشید، شما میتونید تمام تب‌ها رو یه جا ببندید. میتونید همین آیکونی که من زدم وارد تب‌ها شدم اینجا نگهش دارید و اینجا کلوز دیس تب داره و کلوز آل تب داره و حالا گزینه دیگه که هست، حتی نیو تب هم اینجا داره که به صورت مستقیم میتونید اینجا یه تب جدید هم باز بکنید. یه ترفند دیگه که در مورد همین سافاری میخوام بهتون بگم، بذارید من وارد یکی از این تب‌ها بشم. اینجا رو مثلا ببینید، من توی صفحه از سایتم هستم و میخوام چند مرحله به عقب برگردم. خب یه راهش اینه که با این علامت فلش بک که اینجاست این رو هی بزنم، تک مرحله تک مرحله به عقب برگردم به این شکل. ولی خب طول میکشه دیگه، اگر بخوام چند مرحله به عقب برگردم بهترین راه اینه که این علامت رو نگه دارم دستم رو روش و اینجا یه تاریخچه از صفحات قبلی که باز کردم میاره و مثلا من اینجا مستقیم میتونم 3 مرحله به عقب برگردم و بیام کلا توی گوگل. این از ترفندهای سافاری، خیلی‌ها نمیدونستن یه سری از ترفندها رو، من خودم نمیدونستم مثلا این قابلیت توی سافاری وجود داره که میتونیم کل تب‌ها رو یه جا ببندیم. بریم سراغ ترفندهای بعدی که توی کیبورد هست. میخوام چند ترفند جالب از کیبورد آیفون بهتون بگم. من وارد نوت گوشی میشم تا بتونم اینجا اون ترفندها رو بهتون بگم. اولین ترفندی که شما میتونید توی کیبورد ازش استفاده بکنید برای جابجایی بین کلمات و حروف هست. توی iOS های قبلی، iOS 10، 11 و 12، شما نمیتونستید با انگشتتون اینجا بین کلمات و حتی بین حروف نشانگر رو جابجا بکنید تا بتونید متنتون رو ویرایش بکنید. توی iOS 13 این امکان وجود داره، ولی خب توی iOS 11 و 12 هم اگر نتونستید شما میتونید این اسپیس، یعنی همون فاصله رو نگه دارید و اینجا اینجوری خیلی راحت میتونید دستتون رو روی کیبورد جابجا بکنید و این نشانگر رو هم هر جایی که خواستید ببرید و متنتون رو ویرایش بکنید. ترفند بعدی که توی کیبورد هست برای گذاشتن نقطه و فاصله در پایین جمله است که شما بذارید مثلا من اینجا مینویسم های، حالا میخوام این های رو با یه نقطه و یه فاصله تموم بکنم و جمله بعدی شروع بکنم. خب یه راهش اینه که اینجا یه نقطه اینجوری بذارم و بعدش هم یه فاصله بذارم و اینجا جمله بعدی رو شروع بکنم. اما اگر شما توی تنظیمات کیبوردتون، ببینید اینجا وارد تنظیمات کیبورد میشم، این بالا سویچ میکنم کیبورد اینجا و آها ببینید اینجا یه گزینه هست نقطه شورتکات نوشته، نقطه رو گذاشته توی کوتیشن و شورتکات. اینو اگر روشنش بکنید، زیرش هم توضیح داده، با دبل تپ روی فاصله میتونید نقطه فاصله بذارید و خیلی راحت. ببینید الان من های رو نوشتم اینجا، حالا ببینید دبل تپ میزنم روی فاصله و اینجا میبینید که نقطه و فاصله رو با هم برای من میذاره و میتونم در ادامه جمله بنویسم و دیگه نیاز نیست که از اینجا برم نقطه رو پیدا کنم و بعد فاصله بذارم و این داستانا. یه ترفند دیگه هم که البته توی ویدیو بررسی iOS 13 بهش اشاره کردم اینه که شما میتونید دستتون رو روی کیبورد جابجا بکنید و کلمات انگلیسی رو بنویسید. البته این قابلیت فقط توی کیبورد انگلیسی به کار میره و توی کیبورد فارسی متاسفانه فعال نیست. مثلا من اینجا مینویسم اپ کاربورد دی، ببینید مینویسه، بله ببینید
اگر فوکوس بکنه دوربین من اینجا، بله می‌بینید که نوشته اپ کاربردی. من خیلی راحت دستمو فقط اینجا تکون دادم. حالا مثلا ببینید اینجا باز می‌نویسم هلو رو نوشت برای من با حرکت دست، و دیگه چی بنویسم؟ ویلکام رو نوشتم و خلاصه کلمات انگلیسی رو شما میتونید به این روش خیلی سریع تایپ بکنید. دقتش هم توی کلمات انگلیسی خیلی خوبه و کلمات انگلیسی خصوصا کلماتی که شما زیاد توی کیبوردتون استفاده میکنید رو راحت مینویسه. میبینید اپ کاربردی کلمه انگلیسی نیست ولی خیلی راحت اینجا نوشتش، چون من توی کیبوردم زیاد ازش استفاده میکنم. اما یه تفاوت خیلی جالب در مورد کیبورد آیفون که فکر میکنم خیلی ها نمیدونن یا اگرم میدونن استفاده نمیکنن در این حال که خیلی کاربردیه، اینه که شما میتونید شورتکات برای کیبوردتون تنظیم بکنید، مشابه همون تفاوتی که برای بچهای اندرویدی هم توی ویدیوی قبلی گفتم. من بازم وارد تنظیمات کیبورد میشم. ببینید اینجا یه تکست ریپلیسمنت هست، اینجا این گزینه رو میبینید. وارد این گزینه که میشم اینجا به اضافه رو میزنم، اینجا فریز و شورتکات رو با تنظیم بکنم. مثلا توی فریز من مینویسم سلام به اپ کاربردی خوش اومدید، در خدمتتون هستم. یه همچین چیزی رو مثلا مینویسم، یه جمله‌ای که میدونم شاید زیاد به کارم میاد و زیاد باید تایپش بکنم. شورتکات رو هم اینجا میذارم، مثلا مینویسم چی بنویسم؟ یه مخفف دیگه، خوش آمدگویی خ اپ کاربردی، میشه خاک. جالب شد، حالا همین الان به ذهنم رسید، خوش آمدگویی اپ کاربردی مخففش شد خاک. اینو اینجا نوشتم و حالا سیو میزنم. حالا ببینید توی کیبوردم من اینجا مینویسم خاک. حالا خاک رو که تایپ کردم اون جمله به صورت آبی رنگ اینجا برای من میاد. من یه فاصله اینجا میزنم، ببینید جمله بلنده برای من اینجا تایپ میشه، سلام به اپ کاربردی خوش اومدی، در خدمتتون هستم. این هم جمله بلنده است که اونجا به صورت شورتکات تنظیمش کردم. از این قابلیت خیلی میتونید استفاده بکنید خیلی جاها و به نظر من خیلی کاربردیه. ترفنده بعد در مورد اسکرین شات. وقتی شما یه اسکرین شات میگیرید توی iOS 11 به بعد، این اسکرین شات اینجا به شما نمایش داده میشه. اول اینکه شما اگر مزاحمتون باشه میتونید سریع اینجوری بفرستیدش کانال و این توی گالری ذخیره میشه. اما خب اینجا خیلی کارا شما میتونید باهاش انجام بدید. بذارید من یکی دیگه بگیرم. ببینید اینجا من روش ضربه میزنم. اول اینکه اینجا میتونم ادیتش بکنم. ببینید کاردش رو میتونم تنظیم بکنم، اینجوری کوچیکش بکنم، بزرگش بکنم. بعد چند تا قلم اینجا شما در دست هست دارید و میتونید هر کدوم رو خواستید انتخاب بکنید و توی عکستون حالا یه چیزی بنویسید، یه علامتی بزنید. اینجا آندو و ریدو داره که میتونید این بالا آندو بکنید، ریدو بکنید. حتی خطکش هم اینجا هست، توی عکسایی که نیاز به اندازه‌گیری هست و می‌خواید یه چیزی رو اندازه بگیرید از این خطکشه میتونید استفاده بکنید. اینجا هم یه پالت رنگی هست که میتونید برای اون قلمایی که گفتم رنگای مختلف رو امتحان بکنید و انتخاب بکنید. و در نهایت اینجا هم میتونید مستقیما دان رو بزنید و توی گالری ذخیرهش بکنید. سیو تو فایل داره، سیو تو فوتو داره و دیلیت اسکرین شات. و اینجا این سطل آشغال رو هم میتونید مستقیما بزنید و دیلیتش بکنید. این علامت شیر که این بالا هست رو هم میتونید بزنید و اینجا میتونید کپی بکنید عکس رو، پرینت بگیرید اگر گوشیتون به پرینتر متصل باشه و بفرستیدش توی پیکسارت. مثلا یه سری اپلیکیشن ها این بالا هستن که میتونید ازشون استفاده بکنید، مثلا واتساپ بکنید برای دوستاتون مستقیم، ایمیل بکنید، بفرستیدش توی اینستاگرام به صورت پست یا استوری منتشر بکنید و خلاصه برنامه‌هایی که اینجا وجود دارن. اما قبل از اینکه اصلا اسکرین شات رو اینجا بیارید هم یه کار دیگه هم میتونید انجام بدید. ببینید بذار من اینو دیلیتش بکنم، چند تا اسکرین شات میگیرم. خب ببینید الان سه تا اسکرین شات گرفتم و هر سه تا رو این پایین برای من آورده. میتونم روش ضربه بزنم و هر سه تا رو همزمان اینجا ادیت بکنم. حالا اگر میخوام متنی بهشون اضافه بکنم، کاردشون رو تنظیم بکنم و این آپشنایی که اینجا وجود داره، و میتونم در نهایت هر سه تاشو ذخیره بکنم و یا هر سه تاش رو اینجا دیلیت بکنم. قبل از اینکه وارد این مرحله هم بشیم، حتی شما میتونید بذارید من یه اسکرین شات دیگه بگیرم. شما میتونید دستتون رو روی این نگه دارید و اینجا منوی شیر ظاهر میشه و شما میتونید مستقیما اینو توی اپلیکیشن ها یا شبکه های اجتماعی مختلف منتشر بکنید. ترفند بعدی در مورد موزیک پلیر و گوش دادن به موزیک توی آیفونه. و شما حالا اگر از موزیک پلیر اصلی آیفون که اینجاست استفاده میکنید، حالا چند ترفند در مورد این میگم، ولی خب من توصیه میکنم از داکیومنت استفاده بکنید. داکیومنت رو من قبلا بارها معرفی کردم، نه تنها یه موزیک پلیر بلکه یه فایل منیجر قدرتمند برای گوشی های آیفونه، خصوصا توی گوشه‌های آیفون که یه سری محدودیت‌ها وجود داره میتونه عصای دستتون بشه. این داکیومنت رو من لینکش رو مجدداً توی کانال هم میذارم. ببینید توی داکیومنت شما وقتی که دارید یه موزیک گوش میدید، الان ببینید یه موزیک اینجا داره پلی میشه.
خب صداشو کم میکنم که صدای من بهتون برسه و اینو پلیش میکنم. ببینید شما اگر کاور موزیک رو اینجوری عقب و جلو بکنید میتونید موزیک رو، ببین اینجا هم نوشته، میتونید موزیک رو 10 ثانیه 10 ثانیه عقب ببرید یا جلو ببرید، حتی میتونید این فوروارد یا بکوارد رو نگه دارید. ببینید چقدر سریع داره جلو میره، فوروارد یا بکوارد رو نگه دارید و اینجوری هم میتونید موزیک رو عقب و جلو بکنید. یه طرفند دیگه که توی این داکیومنت هست، شما میتونید موزیک های بعدیتون رو مشخص بکنید. مثلا برای وقتایی که میخواین یه موزیک رو پلی بکنید و دستتون هم بنده، نمیتونید موزیک های بعدی رو انتخاب بکنید، یا اگر مثل من توی حمام موزیک گوش میدید، میتونید از این قابلیت استفاده بکنید. اینجا اگر نکست تراک رو بزنید، حالا قبل از اینکه نکست تراک رو بگم، اینجا این علامت شافل هست، این علامت دو تا فلش که رو هم قرار گرفته، اگر این علامت شافل روشن باشه یعنی موزیک بعدی به صورت رندوم انتخاب میشه و دقیقاً اون موزیکی که بعد از این موزیک قرار گرفته پخش نمیشه. ولی خب اگر خاموش باشه این رندوم خاموش میشه و موزیک ها به ترتیبی که قرار گرفتن توی داکیومنت شما پلی میشن. حالا من اینو روشن میکنم معمولا و نکست تراک رو اینجا انتخاب میکنید شما و اینجا یه لیستی از موزیک هایی که بعد از این موزیک جانا قرار پخش بشه اینجا برای شما میاره و شما مثلا اگر خواستید میتونید جابجا بکنید. مثلا من دوست دارم این جزیره بعد از این پخش بشه، یا دوست دارم این موزیک دایرکتون اصلا پخش نشه، میارمش این پایین پایین، یا دوست دارم مثلا این موزیک بهنام بانی بیاد بعد از این آهنگی که اینجا گذاشتم، بعد از این جزیره. و خلاصه اینجا میتونم این لیست موزیک هامو شخصی سازی بکنم تا به ترتیبی که من میخوام پخش بشه. اینم از این. حالا همین قابلیت ها هم توی موزیک پلیر اصلی آیفون هست، ولی خب یه ذره محدودتره دیگه. وارد موزیک پلیر اصلی آیفون که بشید، شما میتونید موزیک رو اینجا پلی بکنید و دستتون رو روی فوروارد یا بکوارد نگه دارید تا این خیلی سریع بیاد جلو یا بیاد عقب. ولی خب دیگه اون قابلیت کاور رو نداره اینجوری بتونیم این کاور رو عقب و جلو بکنیم که 10 ثانیه 10 ثانیه عقب و جلو بره. به خاطر همین میگم محدودتره. ولی خب این آپ نکست هم داره، یعنی اینجا این علامت سه خط رو اگر اینجا بزنید موزیک های بعدی اینجا مشخصه، موزیک هایی که قرار پلی بشه. اینجا باز شما میتونید شافل رو انتخاب بکنید که شافل بشه و موزیک ها به ترتیب پخش نشن، ولی خب میتونید اینو خاموش بکنید. بازم تو حالت خاموش میتونید موزیک ها رو اینجا شخصی سازی بکنید که به ترتیبی که شما میخواین پخش بشه براتون. قبل از اینکه ادامه ترفندها رو ببینید، ازتون میخوام کانال یوتیوب من سابسکرایب بکنید اگر تا حالا نکردید. البته تو کانال من معرفی و بررسی اپلیکیشن ها و ترفندهای اندروید و iOS رو میبینید، به اضافه بررسی یه سری از گجت ها و گوشی های توی بازار. اون کارت قرمز زنگ پایین سمت راست ویدیو که توش نوشته سابسکرایب رو حتما بزنید، زنگوله کنارش هم بزنید بد نیست، چون ویدیوهای بعدی بهتون اطلاع رسانی میشه و اولین نفر یا نفراتی خواهید بود که ویدیوهای جدید من رو تو یوتیوب میبینید. تو یوتیوب هم مثل اینستاگرام به حمایتتون نیاز دارم، مرسی که از من دریغ نمیکنید. چند تا ترفندم از این صفحه اپلیکیشناتون بهتون بگم. ببین شما میتونید چند تا اپلیکیشن رو بذارید توی گروه اینجوری. مثلا ببینید من اینو برش میدارم، اینجوری برش میدارم، میندازمش اینجا و با اون اپلیکیشن کنارش یه گروه تشکیل میده. و حالا اگر دکمه هوم رو بزنم، اینجا یه گروهه که دو تا اپلیکیشن توشه و بازم میتونم اپلیکیشن های دیگر رو به این گروه اضافه کنم. ببینید میتونم اینجوری بگیرم مثل حالت قبلی، اینجا ارنج اپ رو بزنم و اینجا بیارمش توی این گروه رها کنم. یه کار راحت‌تر، حالا اگر بخواید چند تا اپلیکیشن رو اینجوری بیارید توی این گروه، خب سخته دیگه. شما میتونید یکشو انتخاب بکنید، وقتی اینجوری روی انگشتتون حرکت کرد، چند تا اپلیکیشنی که میخواین با هم یه گروه تشکیل بدن رو اینجوری میزنید، اینا همه در حالت انتخاب قرار میگیرن. مثلا ببینید اینا همه اینا در حالت انتخاب قرار میگیرن و در نهایت همه‌شو میندازم توی این گروهه. حالا ببینید این گروه به این شکل در میاد، تمام اپلیکیشنی که انتخاب کردم اینجا توی گروه قرار گرفتن. اینو برای خلوت کردن صفحه در واقع اپلیکیشن هاتون میتونید استفاده بکنید. یه ترفند دیگه که من خودم خیلی رو اعصابمه، این عددی که کنار اپلیکیشن ها تعداد نوتیفیکیشن ها رو نشون میده. من حالا خودم الان برای فون و مسیج ها روشن گذاشتم که تعداد تماس ها و پیام ها رو فقط بهم بگه، ولی خب کنار اپلیکیشن های دیگه دوست ندارم این عدد رو ببینم. اگر شما مثل من هستید وارد تنظیمات بشید، الان همین فون رو مثلا میخوام خاموش بکنم، توی نوتیفیکیشن فون رو پیدا بکنید یا هر اپلیکیشنی که میخواین اون عدد کنارش نباشه، فون رو که بزنید توی این بخش نوتیفیکیشن ها، این چی خون نمیشه، اینو خاموشش بکنید و بعد از اینکه خاموش کردید دیگه این علامت این عدد دو رو کنار این فون نمیبینید. ترفند بعدی پنهان کردن یه عکس توی گالریه که اگر بخواید یک یا چند تا عکس توی گالریتون باشه ولی کسی اون نبینه، میتونید از این ترفند استفاده بکنید. وقتی وارد گالریتون میشید
اوه ببین چقدر من اسکرین شات گرفتم. مثلا ببین میخوام این چند تا عکس آخری رو کسی نبینه، اینجوری انتخابشون میکنم، این ستای آخری رو انتخاب میکنم، اینجا علامت شیر رو میزنم و اینجا توی این لیست هاید رو انتخاب میکنم. ببین هایده با این علامت هایده نه هاید با این علامت چشم که اینجاست مشخصه، هاید رو میزنم، اینجا هاید تری فوتوز رو انتخاب میکنم و این ستا عکس میبینید که غیب میشه و دیگه کسی نمیتونه اون عکس رو ببینه. حتی اگر توی آلبوم های دیگه تونم باشه، مثلا اینجا من چند تا آلبوم دارم اینجا، حتی اگر توی آلبوم هم باشه کسی نمیتونه اون عکس رو پیدا بکنه و ببینه. حالا اگر بخواید دوباره بهش دسترسی پیدا بکنید، میرین پایین توی قسمت هیدن و اینجا هیدن رو میزنید، اون عکسایی که هاید کردین و قبلا هاید شده اینجا میتونید بهشون دسترسی پیدا بکنید. حتی میتونید دوباره اینجا سلکت بزنید و به این روش اونا رو آن هاید بکنید که برگرده توی اون قسمت اصلی گالریتون. یکی دو تا ترفندم در مورد ماشین حساب آیفون بگم. ببینید یه کلکیولیتر در بعد به خرید روی گوشی‌های آیفون نصب که ایشون هستن و وقتی شما وارد این میشید یه ماشین حساب ساده و دم دستی که کارتون راه میندازه، ولی خب یکی دو تا ترفندم هست که شاید ازش بیخبر باشید. ببین وقتی شما دارید یه عدد تایپ میکنید، مثلا یه عدد بلند من مینویسم، الان من نوشتم 23 میلیون و 400 و فلان و اینا، بعد این 9 فرض کنید که اشتباهه، مثلا این 9 8 بوده، شما خب عاقلانه نیست که اینجا بیاید 30 رو بزنید کل عدد پاک بشه. به خاطر همین اگر یه اینجوری بزنید، یعنی دستتون روی عدد به سمت چپ بکشید، یکی یکی پاک میشه این ارقام و میتونید هی برگردید اون عددی که اشتباه تایپ شده رو اصلاح بکنید. توی عدد و رقم‌های بزرگ خیلی به درد میخوره که شما نخواین اینو هی برگردید 30 بزنید کلا پاک بکنید. مثلا این 8 اگر اشتباهه، من دوبار برمیگردم 8 رو میکنم 6 دیگه. یه قابلیت دیگه که توی ماشین حساب هست، شما اگر چرخش صفحه روشن باشه توی گوشیتون و صفحه رو بچرخونید، این ماشین حساب یه ماشین حساب مهندسی طول میشه و یه سری آپشن ها اینجا بهش اضافه میشه. ببینید توان داره، جذب با فوجهای مختلف داره، البته جذب با فوجهای مختلف اشتباهه، رادیکال با فوجهای مختلف داره، سینوس کوسینوس نسبت های مثلثاتی و تقریبا به یه ماشین حساب مهندسی تبدیل میشه و شما میتونید اینجوری ازش بیشتر استفاده بکنید. اینم از ترفندهای ماشین حساب آیفون. یه ترفند دیگه که به عنوان ترفند آخر میخوام بهتون بگم، که البته تو برنامه نبود و الان به ذهنم رسید، برای گوشیایی که از تاچ آی دی پشتیبانی میکنن و حسگر اثر انگشت دارن برای باز کردن گوشی، شما اگر وارد تنظیمات تاچ آی دی بشید، بذارید من برم توی اینجا ببینم تاچ آی دی و تاچ آی دی اند پسکود وارد میشم، اینجا باید رمزمو بزنم، بذارید رمزمو بزنم. خب رمزمو زدم، اینجا توی قسمت فینگرپرینت یعنی اثر انگشت ها 5 تا انگشت از من اینجا ثبت شده و حالا اگر اینجا بخوام ببینم که واقعا این 5 تا انگشت مال منه، یعنی اثر انگشت کس دیگه رو گوشی من ثبت نشده که بخواد کسی دیگه وارد بشه، اینجا میتونم امتحان بکنم. انگشتامو یکی یکی میذارم، اینجا بهم میگه این انگشت یکه، این یکی دوه، این یکی ای بابا این یکی آره اینم 3 ثبت، اینم فکر کنم ثبت، 5 4 چیه؟ 4 هم فکر کنم این باشه. آره ببینید همه انگشتامو ثبت کردم دیگه. حالا شما باز اینجا میتونید اد فینگر پرینت بزنید و انگشت جدید اگر بخواید ثبت بکنید، ولی خب این یه راهیه که تشخیص بدید اولا کدوم انگشتاتون رو ثبت کردین یا اگر یه انگشتی نیاز دارید ثبت بکنید اینجا اضافه بکنید، و اینکه دوم بیاین ببینید که آیا انگشت کسی دیگه هم ثبت هست اینجا که رمز گوشیتون رو داشته باشه بتونه وارد بشه یا نه. این هم یه ترفندی که میتونید ازش استفاده بکنید. الان ببینید این انگشت من 2 بود مثلا. به این روش شما میتونید انگشتای خودتون رو اینجا تست بکنید ببینید ثبت هستن یا نه. اینم از ترفندهای iOS، امیدوارم که دوست داشته باشید و به کارتون بیاد. حتما این ویدیو رو برای دوستانتون که آیفون دارن ارسال بکنید، لایک بکنید، کامنت بذارید، نظر بدید، توی استوری هاتون به اشتراک بذارید. همین دیگه. ممنون که تا آخر ویدیو رو با من همراه بودید. مرسی از توجهتون.